بر سر ما سایه اهریمن است، هستی ما زیر پای دشمن است، در مزار آباد ما آهسته رو، کان در این مرداب خون تا دامن است. سالها رفته است و وحشت برقرار، همچنان تکرار تیر و بهمن است. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان، فرهیختگان، هموطنان عزیزم، فارسی زبانان در اقصا نقاط کره خاکی. شهبد امیری هستم. امروز یکی از سلسله برنامه‌های آغازی نو در خدمت شما هستم. این برنامه قرار بود که همیشه روزهای پنجشنبه ساعت 12 به وقت لس آنجلس یا کالیفرنیا و ساعت 9 شب به وقت اروپای مرکزی برگزار بشه که به علت خب حالا کولت سن و فراموشی من متاسفانه این برنامه اجرا نشد، که من اینجا جا داره که اول همچنین از جناب آقای پروفسور امیر احمدی عذرخواهی بکنم و همچنین از جناب دکتر جلی نازنین که این برنامه اجرا نشد. امروز در خدمت شما عزیزان هستم و با این دو نازنین ما بتونیم در رابطه با مسائل و اتفاقاتی که در این یک هفته گذشته شاهدش بودیم و ملت ما متاسفانه ملت اسیر ما در بند ضحاک زمان، بتونیم در این زمینه صحبت بکنیم. در افقها چهره‌ای می‌پرورد، ماه رخساری که پشت توسن است. خدمت جناب دکتر بهمن جلی نازنین در کانادا عرض ادب و احترام دارم. جناب دکتر درود بر شما. با درودهای ایران دوستانه خدمت شما جناب آقای شهبد امیری، همینطور خدمت سرور گرامی آقای پروفسور دکتر امیر احمدی. من میخوام صدا بکنم برنامه رو همیشه با درود به آقای دکتر شروع بکنید، به لحاظ هم تجربه و به لحاظ علمی و هم به لحاظ سنی. ایشون جایگاهشون قابل مقایسه با من نیست، به حضر منو شرمنده کردید، ولی آرزو میکنم بینندگان عزیز هر جا که هستن اوقات خوبی داشته باشن و همینطور از کارگردان عزیز برنامه آقای تجریشی که همیشه محبت دارن این برنامه رو تنظیم میکنه سپاسگزارم. جناب دکتر جلی، من خواستم یه چند ثانیه‌ای با آقای دکتر امیر احمدی وقت بدم که استراحت بکنم، برای اول از شما شروع کردم. ماشاءالله به این توان و به این قدرت، ایشون بیش از 2.5 ساعت در یوتیوب لایف داشتن، بنده هم در خدمتشون بود، افتخاری بود که بحث بسیار شیرین ایشون رو گوش کردم، گفتم ایشون استراحتی بکنن. البته ایشون صاحبونه هستن، به هیچ عنوان مسئله شما یا ایشون نداره. جناب امیر احمدی در امریکا، قربان، درود بر شما. درود بر شما آقای امیری عزیز، درود به دوست عزیزمون جناب آقای دکتر جلدی. ایشون مناعت تب دارن و لطف دارن به من، اینکه فکر میکنن بنده باید اول باشم، ایشون بعد. همچون چیزی نیست، ما ایشونو نه فقط قبول داریم به عنوان یه برادر و دوست، که به عنوان یه آدم دانشمندی که روی مردم ایران، روی همه ما برای آموزش کلی به اصطلاح منت گذاشته با تمام پیشایی که در طی زمان کرده. ایشون آدم بزرگی. من اصولا آقای جلدی رو همیشه من میبینم که امداد منعت تب زیادی داره و خیلی لطف میکنه دیگه، غالبا دیگه لطف میشه دیگه، اونم یه آدم یه در شخصیت دیگریه. برحال خوشحالم در خدمتون هستم. سلام دارم برای ماهان عزیز پشت صحنه، برای شنوندگان و بینندگان و مردم ایران. امیدوارم که جلسه خوبی باشه، در خدمت آقای جلدی هستم که این بحث رو ببریم جلو. و من حالا که اینجور شد، من میخواستم خواهش کنم که با آقای جلدی بحث رو شروع کنید، برای این که من یک به قول شما هم یه فرصتی داده باشه برای نفس کشیدم، و هم این که منو وارد این میدونی بکنه که باید باش راه بیام. اگر اجازه بدید از دو نازنین در رابطه با اتفاقاتی که خود در حداقل دو روز گذشته ما شاهدش بودیم، همچون که اطلاع دارید متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران، حکومت دینی، مجدداً 3 جوان برومند ایران رو امروز با اذان صبح به دار آویخت. 3 جوان اصفهانی که هر 3 جوان اصفهانی ثابت به هیچ عنوان نشد که اینها اسلحه‌ای دارند.
تمام این سه نفر ادعایی که دولت میکرد که اسلحه داشتن و تیراندازی کردن، در اعترافاتی هم که ازشون گرفتن بعد از اعترافات هر سه گفتن که زیر فشار بودن، ولی متاسفانه این حکومت اسلامی با وجود تمامی فشارهای بین المللی و همچنین داخلی و خارجی این سه جوان رو متاسفانه اعدام کرد. مسئله دوم، مسئله حالا آقای پروفسور امیر احمدی روز سه‌شنبه بود در این زمینه گفتگو کوتاهی داشتیم. انتخاب سازمان حقوق بشر فردی مسئول ایرانی رو در یک مسئولیتی بهش دادن که البته خب بلا فاصله فکر کنم بعد از 14-15 ساعت پس گرفتن این مسئولیت یا این چیز رو، ولی کلن انتخاب این صحبت کردن در این زمینه به نظر من یک توگوشی بسیار چانانهی به ملت ایران و مبارزات ملت ایران بود. حالا من حداقل اینجوری میبینم، امیدوارم که دوستان توضیح بدن. مسئله سوم، مسئله درگیری ایران با باکو هست که میبینیم باز دوباره تکرار داره میشه، با حتی در تلویزیون های باکو ما میبینیم که به سرنگ یا به سیاست مدارهای فعلی ایران، حالا من جمله بگم تأکید بکنم نفر مثلا آقای عبداللهیان اون شو مسخره رو درست میکنن برای ایشون، و مسئله آب رودخانه هیرومند که از افغانستان به طرف ایران میاد و دولت طالبان میاد و جلوی اومدن آب به ایران رو میگیره و بعد میاد رئیس جمهور ایران رو تهدید میکنن و میگن که مواظب صحبت کردن و ادبیات خودتون باشید، وگرنه همین هم نمیاد. بعد در کلیپی یکی از فرماندهان طالبان یک گالون 20 لیتری رو میگیره میاره بالا میگه خب بفهمه اینم سهم شما از رودخانه هیرمند. حالا خب چهار موضوع رو من گفتم، اگر اجازه بدید نمیدونم کدومی که دوستان مایل هستن اول، اگر به گفته جناب آقای پروفسور امیر احمدی، جناب دکتر جدی اگه محبت کنن جواب بدن ممنون سپاسگزار میشم. استدعا میکنم حتما. البته این اسباب واقعا تأسف هست که رویه قضایی در جمهوری اسلامی از روز نخست، نه از دیروز که این سه جوان رو اعدام کردند، اسباب تأسف هست این سه جوان اعدام شدن، ولی نباید فراموش کرد که این داستان نه ارتباطی با این قیام مردمی داره، نه ارتباطی با اینکه مثلا این سه تا جوان رو فقط اعدام کردن. از روز نخست این عدم پیروی از رویه قضایی، عدم دادن حق به فردی که متهم شده، متهم مجرم نیست، متهم وقتی جرمش تایید بشه با ادله مستند توسط دادستان بعد تازه میشه مجرم. حالا مجرم یک حق دفاعی از خودش داره که در یک دادگاه عادل این دفاع از خودش رو انجام بده. متاسفانه اصلا از روز نخست این مسائل به صورت سیاست زده، عجله وار، با تمام این آقایونی که هم حقوقدان بودن، هم دکتر بودن، هم مهندس بودن، فضانورد بودن، دانشمند بودن، همه اینها روشن فکر بودن، زیر پا گذاشته شد به دلیل اینکه انقلاب دارن میکنن و این انقلاب عجله داره و انقلاب خون میخواد تا رشد بکنه. نتیجهش اینه که هنوز شما بعد از این 45 سال میبینید ارزش تمامی قوانینی که خود جمهوری اسلامی تنظیم کرده، تایید کرده و کتابهاشو منتشر کرده به اندازه خود صفحه کاغذی که این مطالب رو روش منتشر کرده ارزش نداره. قوانین خودش رو هم ازش تابعیت انجام نمیده، پیروی نمیکنه. چیزی که در سیستم قضایی ما بهش میگیم رویه قضایی، رویه قضایی رو دنبال نمیکنه.
قاضی هم دادستانه، هم بازجوه، هم قاضی، هم اجرا کننده حکمه. هر وقت که بخواد یک ثوابی ببره شب بلند میشه میده زندان، حکم رو اجرا هم میکنه خودش. این سیستم قضایی جمهوری است. ولی خب اسباب تأسف است که ما شاهدش هستیم. من فکر میکنم از روزهای نخست بود که بعد از فوت شدن خانم مهسا امینی که به صورت عمد این کار صورت نگرفت، اما این یه قتل دولتی بود در دست ماموران نیروی ضابط قضایی. این دختر جوان به قتل رسید. از همون زمان تمام صحبت من همیشه این بوده که به گونه ای رفتار نکنیم که جوانامون رو پای چوبه های دار بدیم برای اینی که میخواهیم یا فالوور پیدا بکنیم، یا اینی که فکر میکنیم الان هواپیما منتظره تو فرودگاه که ما فقط بدویم بریم سوار هواپیما بشیم و بریم. مثلا دیگه مهرآباد هم که نیست، برید مثلا اینجا در اون فرودگاه پیاده بشید و شما اونجا الان بشید وزیر و وکیل. آقایون انقدر عجله زده بودن، هم خانم ها، متاسفانه خانم ها خیلی بدتر. من دوستم یه مقدار خیلی واضح صحبت بکنم، چون یه مقدار مثل این که اصلا جامعه ما از واقعیت دوست داره که دور بشه، دوست داره که در یه جامعه تخیلی که برای خودش ساخته زندگی بکنه. من دوست دارم خیلی از این خانم هایی که اونگونه چارنل داشتن میتاختند الان ببینم کدومشون میان و این به هر صورت مسئولیت رو بخشش رو به عهده میگیرن که این پسرها دارن اعدام میشن. این همه مردن دیگه. اون خانومی که رفت وسط کاخ الیزه واسد گفت که آخ چقدر خوب شد بشکن زد و بالا انداخت که چقدر خوبه فقط ما زنها اینجا هستیم، این مردای ایرانی اخ اخ توف توف، اصلا اینا یه نفرشون اینجا نیسته، خوب شد که اینا اینجا نیسته. من دوست دارم ببینم این خانم که با این حرفا هم ویور برای خودش جمع میکنه، هم دختره جوان رو در ایران فریب میده با 50 دلار، هم قراردادهای چند صد هزار دلاری با دولت امریکا میبنده، یعنی چقدر مسئولیت میپذیره برای کشته شدن این سه، برای اعدام شدن این سه جوان مرد ایرانی. اما در مورد نکته مهمی که شما اشاره کردید، اون هم مسئله درگیری بین ایران و افغانستان هست که این از روزهای آغازین واگذار کردن شهر کابل به توسط دولت امریکا به یک گروه تروریستی به نام طالبان آغاز شد. گروه طالبان یک گلوله شلیک نکرد وقتی که آمد وارد شهر کابل شد. آقای جورج بایدن اومدن اعلام کردن که من شاک شدم که تا کابل بدون هیچ مقاومت این گونه سقوط کرد. خب من و دوستانمون گفتیم آقای بایدن ما شاک شدیم که شما شاک شدی، که بیشتر از یک سال همه دارن بهت میگن این کارو بکنی نتیجهش اینه، بعد تو تازه حالا میگی که خبر نداشتی هم چی اتفاقی میفته. پس یعنی این 16 تا دستگاه اطلاعاتی امنیتی امریکا خب اینا احتیاج به یه ریوالویشن و یه ریورگانیزیشن جدید داره. اگه یه نفر تو این 16 دستگاه نتونسته به شما این اطلاعاتو بده، ما که این امکانات نداریم. همه جا با دوستامون صحبت ها رو کردیم، مخصوصا دوستان امریکایی. این درگیری از همون زمان آغاز شد، شدتش بالا و پایین میره، نوسان داره. الان بهانه آب هست. من خیلی دوست دارم این رو جوانایی که دارن این برنامه رو نگاه میکنن این رو توجه بهش بکنن. اینی که در تلویزیون های فارسی زبان چه صحبت میشه در مورد آب، این اصل داستان نیست. اصل داستان چیز دیگریست. مشکل آب و حقابه ایران مسئله ای نیست که الان سر دولت آقای رئیسی شروع شده باشه. این از زمان خاتمی این مسئله بود. من در پروازی که با ایران ایر داشتم در دولت اول خاتمی یه ماه مثلا بیشتر نبود این آدم، شاید در هواپیما این آدم مثلا رئیس جمهور شروع بود، در هواپیما روزنامه ای رو که به من دادن نوشته بود که بیش از 6000 بز
در سیستان و بلوچستان از بیابی تلف شد. 6000 بز در سیستان و بلوچستان که مردم با یه بز، دو تا بز زندگی میکنن. یعنی این مسئله نیست که دیروز اتفاق افتاده باشه. من در مرکز مطالعات ایران پروژه‌های مختلفی رو ما کار میکنیم. یکی از پروژه‌ها همین مسائل برنامه‌های سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی کشورهای یا قدرت‌های خارجی هست در مورد منطقه. یکی از این برنامه‌های امنیتی این مسئله آب و حقابه ایران هست که چه ظاهرشاه اونجا رئیس دولت باشه، چه آقای کرزای بیاد اونجا امریکایی‌ها بکننش رئیس دولت، یا این گروهی تروریستی که به اسم طالبان هست، شما نمیبینید هیچ تغییری در اصل مسئله حقابه ایران رخ بده. همواره این حقابه پرداخت نمیشه. بنابراین این ارتباطی با مثلا یه افسر دونپایه طالبان بیاد یه حرفی بزنه، یعنی که اینا چون طالبانن آب ما رو نمیدن، نداره. این یه مسئله استراتژیکه، هیچ ربطی نداره چه کسی الان در افغانستان بر سر قدرت. نکته امنیتیش کجاست؟ نکته امنیتیش اینجاست که قبل از شروع این صحبت‌ها در مجلس جمهوری اسلامی شما می‌بینید یه آدمی به اسم حبیب‌الله مرددهی نماینده سیستان و بلوچستان هست در مجلس جمهوری اسلامی. این آدم در اونجا شروع میکنه لابی کردن از حدود 2 سال پیش که ما باید بیایم چاه‌های عمیق 3000 متری حفر بکنیم که بریم آب‌های عمق زمین رو در بیاریم که بتونیم برای مردم سیستان و بلوچستان آب فراهم بکنیم. این آدم نه تخصص علمی برای این کار داره، نه صلاحیت فنی برای این گونه صحبت ها داره، نه ادعاهاش بر اساس هیچ طرح و پروژه علمی هست که بیان میکنه. ولی چند تا نکته مهم هست وقتی تو زندگی این آدم شما میرید نگاه میکنید. شما میرید این آدم تحت عنوان یک اصولگرا ذوب شده در ولایت مطلقه فقیه آقای خامنه ای، هر جا وقتی خودش رو میخواد معرفی بکنه میگه من دکترای از دانشگاه کمبریج دارم. نه، خیلی اتفاقا اسباب مباهاته. یعنی واقعا مرحبا به ملکه انگلستان که فوت کردن و جانشینش پسرش دست مریضات، واقعا کلاشون رو باید بالاتر بزنن یه مقدار، که دانشگاهی که یک چنین سابقه علمی در دنیا داشته شده محل جاسوس پروری برای سرویس‌های امنیتی کشور انگلستان. یعنی شما تصور بکنید که یه آدمی از درون سیستم اطلاعات امنیتی جمهوری اسلامی به اسم دانشجو میره در کمبریج، مثل اون پسر هاشمی رفسنجانی که دوستاش خودش بهش میگفتن میتگامیش، لقبش بود، پوزش میخواد من اینو میگم، ولی میتی لقبش بین دوستاش بود، میتی گامیش، چون هم خیلی پت و پن بود، هم قضا میخورد، این قضا گوشه دهنش میریخ، این عادت داشت همه قضا بخوره و حرف بزنه این قضا میریخ. او هم رفته بود کمبریج درس بخونه. ایشون میره در کمبریج دکترا میگیره، برمیگرده میاد ایران، میشه مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران. ما کجا داریم میریم؟ کجا ایستادیم؟ من اصلا با جمهوری اسلامی کاری ندارم. من اصلا طرف صحبتم با بچه‌هایی که هر لباس و یونیفرمی تنشونه، هر مذهبی میخوان داشته باشن، هر اعتقاد سیاسی میخوان داشته باشه. ولی شما اگر هر سیستم حکومتی میخوای در ایران برگزار بکنی، بر اساس استقلال اون مملکت باید باشه و بر اساس حفظ منافع ملی اون مملکت. شما آدمی رو که میفرستی بره در کمبریج دکترا بگیره، این آدم چه صلاحیتی داره که دانشگاه کمبریج میپذیره این بیاد؟ مگر اینکه میخوان بیارنش در اونجا که اینو تبدیلش بکنن به جاسوس برای خودشون. این آدم از کمبریج برمیگرده ایران، چه صلاحیتی داره که میره یا میشه مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت آقای روحانی؟
دقیقا در زمانی که برجام میخواد شروع بشه. شما ببینید چند تا جاسوس در طول دوران روحانی سرویس های اطلاعاتی خارجی هم آلمان هم انگلستان هم امریکا هم اسرائیل در داخل دولت داشتن، نه در داخل نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی. حالا همین آدم الان شده نماینده مجلس. این آدم الان داره میگه که ما الان باید بریم به افغانستان حمله بکنیم، حق آبه ما رو نمیدن، 4 طالبان بی سر و پا آمدن در اینجا به ما دارن توهین میکنن. اولا این مسئله ارتباط پیدا میکنه با شورای روابط خارجی در جمهوری اسلامی، چون وزیر خارجی که کاره ای نیست در جمهوری اسلامی. اگر مشکلی با جمهوری افغانستان اینها دارن که این اصلا جمهوری نیست، این هم دولت شناخته شده نیست، چرا به اینا میگید جمهوری افغانستان؟ این حکومت طالبانه و بنابراین وقتی حکومت طالبانه در بر اساس یه توطئه با آقای جورج بایدن اومده حکومت رو به دست گرفته، بعد شما میاید سفارت رسمی جمهوری افغانستان رو میدید دست ایناست 4 پیش، در اونجا مراسم هم میذارن، فرستاده طالبان هم به عنوان کاردار رسمی سفارت افغانستان میاره و مدارکش رو تحویل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میده. اگر شما اینقدر با طالبان بدید، اگر بچه رو سفارت تحویلشون میدید، اگر شما ها اینقدر نگران جاسوسای خارجی هستید، بچه رو آدمتو میفرستی؟ یعنی در ایران یه نفر آدم وجود نداشت که بتونه مشاور رئیس سازمان انرژی اتمیتون باشه؟ بعد حتما یه آدمی که در انگلستان تحت نظر سازمان جاسوسی انگلستان دکترا بهش میدن پسش میفرستادن بیاد ایران اونجا این بیاد مشاوره بده. مشاوره چی بده؟ و حالا همین آدم داره مشاوره میده که بریم با طالبان بجنگیم. من این رو خواهش میخوام بکنم از عزیزانی که برنامه رو نگاه میکنن، اولا اینو همیشه به یاد داشته باشید، Nothing is what it seems to be. هیچ چیزی اون چیزی که شما نشستید تو تلویزیون، حالا اون موقع زمان ما میگفتن، حالا همه تون تلفن دستتونه تو تلفنت نگاه میکنید، هیچ چیزی اونی که تو تلفنت داری نگاه میکنی نیست. اونی که شما تو تلفنت داری نگاه میکنی و تو این تلویزیون های فارسی زبان برات دارن میگن، اینا نمایش روحوزیه که دارن انجام میدن که شما رو سر کارت بذارن. استفاده های متفاوت هم میبرن، هم حواست پرت میشه که الان اینا بخوان حمله بکنن جنگ بشه جنگ نشه، هم حواست پرت میشه که حقابه با افغانستان چی میشه، با طالبان چی میشه، مسائل مختلف برای تیجه تو کنید. شما اصلا اصل مطلب رو فراموش بکنید، شما اصلا دنبال این نباشی که عوامل سرویس های اطلاعات خارجی تو مملکتت دارن چی کار میکنن، شما اصلا دنبال این نباشی برای چی. اگر شما این مشکلات رو با افغانستان داری، با طالبان داری نه با افغانستان. ایران هیچ مشکلی با افغانستان و مردم افغانستان نداره. اگر دولت جمهوری اسلامی مشکلی با حکومت طالبان داره، برای چی می سفارت جمهوری افغانستان میدید از طالبان؟ یه مثلا آدم بسیار درجه پایین مثلا میاد یه آفتابه آبم خالی میکنه میگه مثلا آی رئیسی حواست جمع بکن، برای این کار شما مملکت میبرید در حد اینی که الان بیاد بریم جنگ بکنی؟ به خاطر یه آفتاب آب خالی کردن مملکت میبرن به سمت جنگ؟ تو 4 همین بچه های حزب اللهی تو بفرست اونجا با لگد بزنن و طالبان رو حتی سفارت افغانستان بندازن بیرون؟ چطور با لگد میتونی برید سفارت عربستان رو فتح بکنی؟ با لگد نمیتونی برید سفارت افغانستان رو از دست یه مش تروریست پس بگیری برای مردم افغانستان حفظ بکنی؟ بنابراین این من فکر میکنم که خیلی حواسمون باید جمع باشه، متوجه باشیم چه طرحهای خطرناکی برای ما کشیده میشه و ما واقعا بازی این طرحهای امنیتی رو نخوریم. سپاسگزارم جناب دکتر جلدی عزیز. واقعا همونطور که فهمیدید جای دکتر اکبر اعتماد چه کسی اومده نشسته و واقعا شرم‌آوره. جناب پروفسور امیر احمدی عزیز، منتظر نقطه نظرات شما هستیم در این دو سه موردی که عرض کردم و جناب دکتر جلدی فرمودم. بفرم. خواهش میکنم. خیلی متشکرم، لذت بردم، یاد گرفتم. ببینید لاتی که داشتم به صحبت های آقای جلدی گوش میدادم،
خب گفتم که داستان داخل چیه واقعا؟ یعنی بعضی موقع تو میبینی یه حکومتی که داره اعدام میکنه، یه حکومتی که جاسوس پروری میکنه، بعد آدم های عجیب و غریب توشه، از اون طرف هم یه طالبانی اومده. اینا اصلا کل این داستان میده سبایی این که اون جزئیات خیلی مهمه. کل این داستان چیه؟ داستان خب خیلی طبیعیه، یه دولتیه که از مردم خودش میترسه، ولی از مزن میخوام که از مردم خودش نمیترسه، از خارج میترسه. یعنی درست برای من اینجوری بود که حالا اینایی که رهبر و حکومت دارن اینا با خارجی ها بهترن تا با خود ایرونی ها. یعنی اصلا با اون فلسفه و فرهنگ دارن میبرن کشور رو جلو. این بسیار خطرناکه برای ایران. من ضد خارج نیستم، نمیخوام خدای نکرده حالا دل ملیگرهایی رو اینجا عمده کنم و آدم جنگ و دعوا رو، ولی واقعیت اینه که این نظامی که الان حاکمه مبنای فکریش اشتباه است. مبنای فکریش به قول خودم روی سر داره این را میره، نه روی پاهاش، در حالی که این باید با ایرونی ها مهربون باشه و با خارجی ها تاف به قول خودمون و خیلی سفت و سخت عمل بکنه. درست 180 درجه عکسش عمل میکنه و در مقابل امریکا نرمش قهرمانانه میکنه، در مورد مردم ایران مش میده نه فقط نرمش که نمیکنه، تنش قهرمانانه ایجاد میکنه. خب این توی به نظر میخوام بگم که متاسفانه تمام مثلا این بحث اعدام و این مسئله امنیتی و طالبان و همه این چیزها رو آدم در یک چارچوب وسیع‌تر مفهومی در رابطه با اینکه این حکومت چیه و کیه باید گذاشت. این نکته اول. یعنی من فکر میکنم که باید برگردیم به اینکه ببینیم این حکومت اصلا حکم مفهوم حکمرانیش چگونه است، چگونه چه نوع حکمرانهایی هستن که عرض کردم اینا بیشتر با چی میگن با داخل تند و با خارج نرم، یه همچه حالتی داره. نکته در مورد اعدام ها، من خیلی متاسف شدم خبرش رو شنیدم و خیلی واقعا ناراحت کننده و نگران کننده است. و اما یه مشکلی هم هست، بازم برگردم به همونجا که الان شما واقعا تو ایران واقعا نمیدونی کی جاسوسه کی نیست، کی خائنه کی نیست، کی آقا اینو الان اینی که الان شما ببین مثلا میگم اگه واقعا دو نفر هستن که خائنن به کشور به اعدام میشن، خب خائنن تو تمام کشورهای دنیا بالاخره. حالا ممکنه تو مخالف اعدام باشی، ولی شما نمیتونی خودمون همینجوری بگی هر کس که اعدام بشه محکوم باید بشه. خب یه عده تو مجبوری اعدام کنی، امریکا هم میکنه، تو جاهای دیگه هم میشه. و اما به نظر من مشکل با جمهوری اسلامی هم جو که آقای جلدی گفت اینه که شما اولا این ارزیابی رو نمیتونی پیدا کنی. یعنی مثلا بنده نشستم بگم خب 3 نفر رو این اعدام کرده، 3 نفر واقعا کی بودن، من چجوری به حکومت اعتماد بکنم که میگه اینا 3 خائن بودن، اسلحه داشتن میابردن، داشتن تجزیه میکردن کشور رو از یرفا. خب برای اینکه من میبینم که این جریان دوپراسه، این جریان بخش به اصطلاح قضاوتی این جریان مشکل داره. پس من شهروند که از یه طرف میخوام کشورم رو حفظ کنم، از یه طرف هم نگران این قضاوتی که معلوم نیست سر تهش چیه در مقابلش قرار میگیرم، یک سردرگمی گیجی میگیرم، از یه طرف میخوام محکوم کنم اعدام ها رو، از یه طرف من میخوام ببینم آقا اینی که اعدام شد واقعا باید قابل محکوم کردنه یا باید تاییدش کرد. ببین من میخوام انتخاب خیلی روشن‌تر دارم حرف میزنم، میخوام بگم آدمای مثل من که وطن پرستن و در همین حالم گرفتار این نظامن، خب سردرگمیم، از تو کجا قرار بگیریم، چه کار باید بکنیم در مورد مثلا همین جریان. ببین جمهوری اسلامی الان من میدونم، من اعتقاد دارم علتی که جمهوری اسلامی احتمالاً اینا رو اعدام کرد، حالا سبا این که چه اشتباهایی کردن و تفنگی هم داشتن و مثلا برخورد امنیتی کردن یا سرنگونی کردن، اما من یه چیزی میدونم، اون اینه که جمهوری اسلامی شدیداً الان تحت اتهام، زیر اتهام سسول بازیه. خیلی اصلا خود من یکی از اونام
که اعتقاد دارم جمهوری اسلامی کلا در مجموع یک سیستم سوسولی شده. سوسولی به عنوان معلوم نیست این دیکتاتور، معلوم نیست دموکرات، مردم اصلا تو ایران معلوم نیست کی اعدام میشه یا نباید بشه، کی جاسوسه کی نیست. یعنی در واقع یک جریان کلا کاملا به هم ریختگی تو ایران داریم که بازم همون بحث اولیه رو که این از نظر مفهومی این نوع حکمرانی دچار مشکل کرده ما رو. حالا من دارم الان میگم تو اگه میخوای، من اعتقاد دارم که حکومت مثلا چون تحت در اتهام به سوسول بازیه مثلا میخواد یه اقتداری نشون بده و بعد مثلا یه وحشتی ایجاد کنه درون مخالفینش و مخصوصا اونایی که ممکنه پس فردا به دلیل بی‌عدالتی بیان تو خیابون و داره میگه که ببین منو دست کم نگیر، من آقای خامنه‌ای که میگه وقتی که عکسمو پاره کردن رو تو بنداز اونور، این خامنه‌ای میتونه کسی هم باشه که تو رو اعدام کنه. داره یعنی پیام اینجوری هم داره میده، از یه طرف پیامش اینه که تو اگر کسی رو میبینی عکسمو پاره میکنه رو تو بکن اونور. حالا از همون طرف هم همین آقای خامنه‌ای هم میگه که نه ببین من درست روم رو میکنم اونور، ولی اونور دارم نگاه میکنم به طرف میگم برو بکش. یعنی یه همچی پیامی و من علتش هم اینه که این حکمرانی اصلا مفهوم اقتدار رو نمیفهمه. یعنی اقتدار اساسش باید مردم باشن، نیروهای نظامی وطن‌پرست باشن و قانون. تو اقتدار رو با تفنگ ایجاد نمی کنی، با آدم کشی و اعدام ایجاد نمی کنی. ولی متاسفانه این حکومت یک مشکل مفهومی با حکمرانی داره، با اقتدار داره، همون جور که با توسعه اقتصادی داره، با اصلا اقتصاد داره. یعنی یک جریان خیلی خطرناکی اونجا وجود داره. با این نکته اول بود. نکته دومی که میخواستم در مورد جریان منطقه بگم، آذربایجان و افغانستان، حالا اینا دوتا مشکلشون متفاوته. آذربایجان ما یه مشکلی داریم متفاوت از مشکلی که با افغانستان داریم. مشکل با افغانستان به نظر من خب دوتا مشکله، یه مشکل به اصطلاح سیاسیه و یک مشکل واقعا آبه، مشکل طبیعیه. مشکل آب مشکل بزرگیه در خاورمیانه، اینو نمیشه دست کم گرفت. دعواهای آینده ممکنه سر آب خیلی جدی بشه، برای اینکه اصولا منطقه کمابه، مثلا منطقه خشکه، واقعیت این هست. رود هیرمند یک رود حیاتیه، هم برای ما هم برای افغان ها. یعنی تو نمیتونی فقط بگی هیرمند رو ببندی از اون بالا همش مال منه یا اونا ببندن، سرش دعوا میشه، سرش جنگ میشه، سرش آدم کشی خواهد شد. یعنی که یه راه حلی پیدا بشه، برای اینکه برای هر دو کشور این جریان حیاتیه. و اما نکته اینه، چون به قول آقای جلدی و آقای دکتر حاضری یک توطئه جهانی علیه ایران هست که به درستی هم هست، اونایی که توطئه دارن میکنن اون داووسی ها و بعد اون بیناووسی ها اینا اومدن خیلی برنامه های خشنگی فرموله کردن برای ایران. از یه طرف امریکا از سالها اومد یک جریان های به نام طالبان، القاعده، داعش ایجاد کرد. و من دارم نمیگم، خود امریکایی‌ها، خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه بود، اومد گفت ما درست کردیم علیه نمیدونم شوروی اون موقع. بعد یواش یواش دیدیم که بعدم نیست داره داشته باشیم علیه جمهوری اسلامی نگرش داریم وضعی حرفا. شما یک طرف این قضیه یعنی جریان امنیتی واقعی به عنوان سیاسی نیروهای نمیدونم اونجا داعشی و القاعده و سنی و نمیدونم سلفی و کفت و زهرمار، این برام به هر حال این ملتیه که هزار چند سال دیگه یا هر چی حداقل 600 700 ساله که شیعه شیعه است، به هر حال همین جوریه دیگه. خب این دعوا است. اما جالب اینجاست که به نظر من اون توطئه گرا خیلی به درستی اومدن این دوتا مشکل رو به هم به اصطلاح چی میگن تنیدن. یعنی مسئله آب و الان آوردن با مسئله امنیتی داعشی و القاعده و طالبانی گره زدن. خب از تا مدت ها سعی میکردن که بگن طالبان سنی، ایران شیعه است، بزنن به تیپ هم. بعد دیدن نه،
اینا به کیپ هم دارن نمیزنن. جمهوری اسلامی از اون سوسولاست که از این کارا نمیکنه و بنابراین نه فقط دعوا نمیکنه با طالبان، میاد به طالبان دفتر هم میده، باش همکاری هم میکنه. بعد امریکا یا اروپا میگه ما که این نقشه نشد، پس چیکار بکنیم؟ حالا بیا جایی میتونیم پیدا کنیم که سر مثلا آب سرشون دعوا را بندازیم. خب اومدن طالبان رو با هیرمند و آب و با سیاست گره زدن و این بسیار خطرناکه، برای اینکه مسئله آب یه مسئله جدیه. مسئله آب از مسئله طالبان، از مسئله مذهب سلفی یا سنی خیلی برای ایران مهمتره. آب حیاتیه اون منطقه. اصلا هیرمند میتونه به قول آقای جلدی به درستی گفت در کمترین بی‌مبالاتی میتونه هزارها هزار بز و گوسفند و انسان اون منطقه رو نابود کنه، یه همچی جریانیه. خب اینجا بنابراین الان جمهوری اسلامی درکی که باید پیدا بکنه اینه که اگر تو قراره اقتداری رو به خرج بدی، اون اقتدار علیه این مردم به اون اعدام ها نیست، این اقتدار علیه طالبان و به مسئله آب و به اون کسانی هم که پشت صحنه دارن میدونید تحریک میکنن. خب اونجا یعنی چی؟ تو باید یه قدرتی بسازی که همتای اونا باشه و در موازات به اسلام زور و هر چیز اوناست و در تحلیل نهایی احتمالا اون بمبه، چیز دیگه وجود نداره. و اما در مورد آذربایجان، خب جریان بازم یک نکته یه چیز دیگه یه جریان امنیتی. خب اینا خودشون خیلی دوست دارن بگن این جریان چی میدونم اتنیکه، نمیدونم اونا آذری ها فلان و بهمان و اصلا ایران ما رو آذری های ما متعلق به اون برن. بعد یک پنترکیزمی هست که در چیز ترکیه شکل گرفته اومده الان توی آذربایجان سرریز کرده، بعدش هم آوردن اسرائیل رو آوردن اونجا، پیا آذربایجان خیلی فعاله و بعد یه دعوای را انداختن بین آذری ها و ارمنی ها، بخشی از اصلا سرزمین هایی رو که ایران از طریق اون باید نفس بکشه رو عملا گلوگاه ایران رو عملا بستن. خواهی مسئله خیلی مهمیه. من اعتقاد دارم در آینده نزدیک این جریانی رو که درست جریان آب طرف افغانستان، جریان مرز تو این قسمته، یعنی اونجا آبه اینجا خاکه، اونجا آبه اینجا خاکه، حالا اینا میخوان هم سر آب و هم سر خاک ایران رو درگیر کنن، سر خاک با ترکیه و نمیدونم آذربایجان، سر آب هم با اون بریا. حالا اینجا هم باز ایران در مقابل یک نیروی قرار داره که بسیار خطرناکه دیگه، یعنی یک در واقع یک الائنسیه، یه اتحادی الان بین ترکا، اسرائیلی ها و آذری ها، یه واقعیتی اونجاست. و جمهوری اسلامی هم واقعیت اینه که داره کجدار مریض میکنه در بهترین شرایطش، یعنی اینجا داره اقتدار به خرج نمیده. گفتم این حکومت اقتدار رو برای داخل میخواد، متازه اونم نمیدونه معنی اقتدار چیه، و خارج که میرسه عمدتا سوسول بازیه، چند تا کار نمایشی میکنه خب و جاجان خلاص میکنه. الان زیر 4-5 روزیه که در ایران وزارت امور خارجه میگم که اینجوری چو انداخته، یعنی داره این برابر میگه که بله امریکایی ها برای ما های پیغام پسخام میفرستن که بیاید برگردید به برجام. میگم چرا دروغ میگی فلان فلان شده؟ بنده امیرحمد شب و روز اینجا با وزارت امور خارجه و این آدون چیز دارم، اصلا اسمی از این جریان است، دروغ میگه. چرا اصلا دروغ میگه؟ برای اینکه میخواد از اون جریان میخواد یه کارهایی بکنه، روش نمیشه، نمیگه مردونه بگه من میخوام، میگه امریکایی ها دارن منت میکنن. بعدم میگه سر چی دارن منت میکنن؟ سر برگشتن به برجام. آقای بایدن 6 ماه پیش به تمام دنیا گفت که برجام مرده. مردسه بدونی به کی دروغ میگی؟ آقای مردم ببین، این بحث قبل از اینم برای فرهنگ سیاسی هم همین بود. ببین بحثی که از اون بحثایی که کردن این بود که این حکومت ها و این آدم ها ببینی کارشون تعمیقه داره الان مردم رو حالا جالب اینه که توده ها رو تعمیق نمی کنن.
ببینید کیا رو تعمیر میکنن، طبقات متوسط و روشن فکر سیاسی رو. من پریروز و دیروز توی کلاب هاوس دیدم تا بخوای کلاب هاوس سر این که احتمال برگشتن ایران و امریکا به برجام. اصلا من مونده بودم، طرف دکتره، مهندسه، نمیدونم، اصلا تو نمیدونی چی جریان. اصلا میگم خدایا آخه چه اتفاقی برای این ملت افتاده، برای این طبقه متوسط، برای این روشنکار؟ اینا این احمقا اصلا گوش نمیدن، نمیفهمن آخه چیه. من تو یکی از ما رفتم همینو گفتم، گفتم آقا من تو امریکا دارم به شما دروغ میگن، شما هم دارید مردم ایران دروغ میگید، جمعش کنید. برجام 6 ماه پیش مرد، رئیس جمهور امریکا اعدام کرد و وقتی اون اعلام بکنه تمومه. حالا میخوای مذاکره کنی، بهانه میخوای، اون بحث خودته. ولی خب مرد بگی میخوای مذاکره کنی، مردونه برو مذاکره کنی، دروغات چه سر هم میکنی؟ سر افغانستان و سر به اصطلاح آذربایجان هم به نظر من جمهوری اسلامی داره خیلی به مردم ایران سر این جریانات دروغ میگه. یعنی همین بریام، یعنی مثلا هر از چنگای میره یه دونه رزمایش میکنه این بر و یه رزمایش اون بر، بعد هم مثلا به مردم میخواد بگه که بله ما ذره چش گرفتیم و نمیدونم همه چی، یا میره یه کشتی امریکایی رو اینجا متوقف میکنه و یه جیغداد ایران میندازن سرش که ما کشتی چیز کرد، در حالی که در همون حال آقای بایدن 4 تا 5 تا تحریم خیلی خیلی شدید هم گذاشت و بعدم هم میان میخوان اسرائیل رو نابود کنن. میدونی اصلا 44 ساله میخوان نابود کنن، 44 سال دیگه هم میخوان نابود کنن و هر روزم اسرائیل تو منطقه قوی تر میشه. من نمیدونم جریان، میخوام بگم که یک جریان خیلی حکمرانی آشفته، به هم ریخته، بی نظم، بی نظر فکری، بی اساس و در همین حال در چارچوب اون فرهنگ سیاسی یاد گرفته که از طریق تعمیق و دروغ میدونید این کارا رو انجام بده. یاد داریوش بزرگ افتادیم، یادت من تو همین چیزم گفتم، بله. داریوش گفتم یه ساعتیم قبل، بله بله گفتم که دشمن ایران سه تا دشمن داره، گفت اول بیابی، دوم گفت دشمنا، سوم گفت دروغگویی. من آقای پروفزمیر احمدی من تصحیح کنم، اول دشمنه قربانده، اول دشمنه، بعد بیابیه، بعد خوشسالیه، بعد بله دروغ. حالا من مطمئن نیستم که، حالا ببین من خودم دوست دارم که ترتیبو از بیابی به دشمن به خوش چیز به هم دروغ، برای اینکه منطق داره. نمیتونید تاریخ رو که یا گفتهای تاریخی رو به روده خودتون تغییر بدید. حالا من فرض من اینه که داریوش وقتی که این حرفو زد یعنی یک هدف به اصطلاح اولویت بندی نداشت، گفت کشور من 3 تا مشکل داره، دشمنه و آبه و دروغگویی. حالا من اومدم میخوام بگم که چجوری این ستا رو با هم منطقی ارتباط بدیم و ازش نتیجه گیری فرهنگی بکنیم، که میگم از آب شروع که بکنیم به استبداد میرسیم، از استبداد و این چیزا به دشمنی و اینا میرسیم، از دشمنی به دروغگویی میرسیم، برای که ما میبازیم و میخوایم مظلوم باقی میشیم، میخوایم زنده بمونیم، روش میده دروغگو میشیم. دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیزه. برای نکته که اونا بحث چیز دیگه، یه نکته که من دارم اینه که این جریانی که تو ایران الان حاکمه به نظر من اساسش بر یک نظریه یا یه فکر رو حالا فکر که چه ارز کنم پنداریه که این پندار برای اون حکمرانی داره مشکل، برای حکمرانی کشور مشکل داره ایجاد میکنه، نه فقط جمهوری اسلامی، اصلا برای حکمرانی کشور داره مشکل ایجاد میکنه اون پندار. و بعد از اون پندار گفتارهای در میاد که اون گفتارها حتی اون مشکلات پنداری رو چند برابر میکنه، که ما میزنیم اینو میکشیم، مرگ و تو و اونو نابود میکنیم، و بالاخره در چارچوب یه سری کردارهایی هم میکنن که اساس هم نداره. میرن رزمایش میکنن اینجا و اونجا، کار به جایی نمیبره، ولی وقتی که داخل ایران که میرسن بحث اعدامه. میخوام بگم که متاسفانه ما همچین مشکلی داریم. بله من میخوام در این چارچوب وقتی که من فکر میکنم خیلی نگران میشم برای بنیانهای پنداری، گفتاری و کرداری حکمرانی در ایران. خیلی متشکرم. خب یکی از اون مسائلی که شما فرمودید چه در مورد امریکا دروغایی که میگن، اونا خوراکای داخلیه برای جامعه در داخل کشوره.
در رابطه با آذربایجان یا افغانستان من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی قدرت اینو داشته باشه که بخواد در دو جبهه بجنگه، در نتیجه مجبور یه تنش زدایی بکنه، در شمال بخواد با ارمنستان یا آذربایجان، در شمال غربی بخواد با افغانستان وارد تنش بشه. من فکر نمی کنم الان نه توان اونو داشته باشه و نه لازم باشه بخواد این کارو بکنه. حالا یک سوالی شما، چون در رابطه با این صحبتاتون در ادامه صحبتایی که داشتید به ناسیونالیسم یا ملی‌گرایی، اتفاقا سوالی که از بینندگان خودتون در برنامه قبلتون هم بود جناب پروفسور امیر احمدی، حالا این سوال از جناب دکتر جلی میکنم، بعد لطف کنید شما هم در این رابطه اگه محبت کنید جواب بدید، که با این حالا با این یاغیگری طالبان از اون طرف علیوف و ادعای اراضی که اینها دارن، همچنین در رابطه با آب و همچنین مسئله اعراب در جنوب در خلیج فارس که معتقد به نسبت به جزایر ادعایات صحبت کردن، آیا فکر نمی کنید که ما الان احتیاج به یک رهبر ناسیونالیسم داریم برای مبارزه و برای با این مشکلاتی که الان پیش روی ملت ما هست؟ جناب دکتر جدی، من نمیدونم اون بیننده که این سوال کرده ساختار فکریش رو از کجا به دست آورده یا اصلا بنیان فکریش بر چه پایه استواره. چون وقتی شما صحبت از رهبر میکنید، من تصورم این است که متاسفانه بعد از 45 سال معلومه هنوز ایشون دنبال رهبر تو کره ماه میگرده. رهبر در دل مردم ایرانه. ناسیونالیسم چیزی به جز اون چیزی که مردم ایران میخوان نیست. ناسیونالیسم چیزی نیست که یک نفر بیاد بگه من اینو میخوام و این باشه ناسیونالیسم برای 80 میلیون نفر آدم. منطقه مخصر این بیننده نیست به صورت 100%. مخصر دستگاه های اطلاعاتی هستن که با استفاده از هایبرید وار یا جنگ هایبریدی این تلویزیون های فارسی زبان رو درست کردن و این تلویزیون های فارسی زبان هدفشون تحمیق طبقه متوسط هست، همونطور که دکتر امیر احمدی میگن، و طبقه متوسط با کمال تأسف باید بگم نه تنها هیچ تلاشی برای مقابله با این برنامه تحمیق شدن سیستماتیک خودش انجام نمیده، بلکه حتی بهش شدت میده، همکاری میکنه، خودش ازن به این میپردازه، کمک میکنه که خودش رو بیشتر تحمیق بکنه و اصلا دوست داره که تحمیق بشه. شاید خیلی مسئله خوبی نباشه، ولی یکی از فرماندهان نیروی پلیس در دوران پهلوی تعریف میکرد، گفت که یکی از مامورای کلانتری آمد و به من گفت که تیمسر این مسئله پیش اومده، این دختر جوان رو شب گشت پلیس گرفت آورد پاسگاه، بعد گفتیم چیکار میکردی؟ گفت ببخشید فریبم دادن، گول خوردم اینو. گفت من بهش گفتم که خب دختر جان گول نخور، فریب نخور، برو خونتون. و دو شب بعد دوباره یک گشت دیگه برش داشت آورد، گفتم این بار برای چی باز دستگیر شدی؟ گفت به خدا فریبم دادن، گفتن یه چیزی میخواییم بریم شما بخوریم اینو. گفتم ببین من باز میذارم بری خونتون، ولی مواظب باش گول نخوری، فریب نخور. گفت دفعه سوم آوردن، تو اومدم حرف بزن، گفت فریب خوردم. گفتم نه فلان فلان شده، تو اصلا دوست داری فریب بخوری، حالا من تو رو میفرستمت بازداشتگاه، فردا صبحم افسر نگهبان میفرستت برید دادسرا، بعد وقت اونا مشخص میکنن تو فریب خوردی یا اصلا تو دوست داری که فریب بخوری. نتیجه گیریش رو میذارم به عهده بیننده که خودشون دارن نگاه میکنن، فریب میخورن یا اینکه اصلا دوست دارن فریب بخورن. اما در ارتباط با سیستم حکومت متاسفانه ببینید در تاریخ سیاسی معاصر ایران ما دو نفر داریم که دوره حکومت بسیار طولانی داشتن و شما چه اینا رو دوست داشته باشید چه نداشته باشید تأثیر به سزایی بر سیستم سیاسی مملکت، سیستم فرهنگی مملکت و سیستم آموزشی مملکت میزنن. یکی ناصرالدین شاه قاجاره، یکم آقای
سید علی خامنه ای. این دو نفر در تاریخ سیاسی معاصر ایران طولانی ترین مدت حکمرانی رو بر کشور ایران داشتن. من اسباب تعجب برام بعد از 45 سال هنوز وقتی میخوان که یه مسئله رو ایراد بگیرن میندازن گردن رضا شاه که 80 سال پیش این بنده خدا مثلا یه کاری کرده 75 سال پیش هم مرده. در 11 روز پیش مرکز مطالعات ایران این توییتر رو منتشر کرد. من این برمیگیرم که شما بگید. این توییتر عکس یک پسر جوانی رو داره نشون میده به اسم سعید قاسمی. ببخشید. سعید صادقی. به اسم سعید صادقی. بغل دست این جوان عکس پدرش رو داره نشون میده. این پدر سردار سپاهه. بله. حسین صادقی. آقای حسین صادقی یکی از معاونت‌های سازمان‌های امنیتی سپاه پاسداران هست. در رده امنیتی بسیار بالایی در سپاه پاسداران کار می‌کنه. پسر ایشون یک جوانی است که در نهایت بسیار بهش اگه بخواد ارفاق بشه، شغلی بهش داده بشه، می‌تونه مثلا مسئول فروشگاه مثلا ارتش بشه، مثلا سر چهار قصر مثلا بزن اونجا رئیس فروشگاه بشه. این پسر رو آوردن کردنش مدیر عامل یعنی CEO. باید کسانی که در آمریکای شمالی زندگی کرده باشن مفهوم CEO رو میفهمن چی هست که ترجمهش رو تو فارسی بهش بگن مدیر عامل. این پسر رو که در نهایت میتونه یه بقالی رو که حدش رو یه مقدار بزرگترش بکنید بگید شده حالا سوپرمارکت به چرخونه، CEO بزرگترین مجتمع پتروشیمی خاورمیانه یعنی امیرکبیر کرده. مرکز مطالعات ایرانی رو باید منتشر میکنه بر اساس اطلاعاتی که خود افرادی که در داخل حکومت دارن کار میکنن ولی ایران دوست هستن، نمیخوان ببینن که مملکتشون داره تاراج میشه توسط یک مشت شارلاتان. پدری که سردار سپاه اگه میاد بعد پس انداخته خودشو که میدونه بقالی رو نمیتونه اداره بکنه براش لابی میکنه که رئیس مجتمع پتروشیمی امیرکبیر بشه. این آدم دیگه یه افسر نیست، یه افسر هدفش حفظ منافع ملی و مملکته. این آدم یه شارلاتانه، چون این هدفش گذاشتن پسرش بر رأس یه پستی هست که بتونه از طریق اون منافع مالی برای خودش تأمین بکنه. ببینید ما حدود شاید 2 دهه هست در مورد آقای خامنه ای مطالب مختلف ما روی اینترنت میذاریم. یک بار دامنه وبسایت مرکز مطالعات ایران رو برادر کوچیک آقای لاریجانی که همین علی لاریجانی که رئیس مجلس بود، برادر کوچیکش وابسته فرهنگی سفارت جمهوری بود، جمهوری اسلامی بود در کانادا، اومد رفت در تورنتو یه خونه خرید، گفت من اینو میخوام بکنم مرکز مطالعات ایران در کانادا. بعدم دویدن اومدن این وبسایت ما رو مورد حمله قرار دادن و بعد تا ما بیایم سرور رو تعویض بکنیم اصلا وبسایت رو به سرقت بردن. شما الان بگردید persianstudies.ca میبینید این پارک شده، چون بعد از اینکه اینو سرقت کردن من به صورت رسمی در دادگاه شکایت کردم و اینو مطرح کردم احدی از این وبسایت استفاده بکنه مجرمه و بنابراین اینا نمیتونستن ازش استفاده کنن، ولی برسایت وبسایت ما رو هم دزدیده، اون دامنه ای ما رو persianstudies.ca. بعدن اومدن چند سال بعد یوتیوب ما رو بهش حمله کردن و بعد تا یوتیوب رو درست بکنین دیدیم که عضویت از 10,000 نفر رسید به 5,000 نفر. از زمانی که این توییت رو ما در توییتر منتشر کردیم 11 روز پیش، شما فکر میکنید مثلا بیت آقای خامنه ای اومده رفته توییت ما رو هک کرده؟ توییت ما از کنترل مرکز مطالعات ایران خارج شده، یعنی توییت رو هک کردن، پسوردش رو عوض کردن. ما الان درگیر هستیم با توییتر که
مشخص بکنیم که این مالک این توییت اکانت این حساب کی هست. من فکر میکنم که بیت آقای خامنه ای اینقدر بیکار باشه که بخواد بره حساب اکانت سازمان مرکز مطالعات ایران رو هک بکنه. من فکر میکنم همین مافیاها، همین آدمای شارلاتانی که لباس نظامی به تن میکنه، این لباس نظامی یه ارزشی باید داشته باشه، یه مفهومی داشته باشه. یه افسر، چه افسر ارتش باشه چه افسر سپاه باشه، یک استاندارد اخلاقی رو برای خودش رعایت میکنه که اون استاندارد اخلاقی فدا کردن جان خودشه برای تامین منافع ملی کشور. چه کسی غیر از همینا؟ این آخرین توییتیه که ما گذاشتیم. چه کسی به جز همین پدر و پسر میتونن برن وقت بذارن یکی رو پیدا بکنن یا بهش پول بدن یا از همون سایبری یا سپاه یکی رو پیدا بکنن بیاد این حساب اکانت توییتر ما رو هک بکنه؟ حالا این حساب اکانت توییتر ما هک شد، این قدم وقت گذاشته شد، اینا این کارو کردید، این برای منافع ملی ایرانه که ما داریم مطرح میکنیم آقا این بچه خورده رو برای چی بردین رو چی کردید رئیس مجتمع پتروشیمی امیرکبیر؟ پس اون وقت دیگه وقتی برای شما نمیمونه که برید در برابر حق آبه ایران که طالبان داره این کار رو میکنه پاسخو بدی. دیگه بنده چگونه بپذیرم از یک سردار سپاه بیاد اینجا بشینه و به من بگه که من میخوام با شهردار باکو اونجا یه مقدار نوازشش بکنم؟ آی سردار سپاه، شما همه وقتتون صرف پول درآوردن و پول فرستادن به خارج و سرمایه گذاری کردن و اینها داره صرف میشه. همون بچه هایی که در داخل جمهوری اسلامی اعتقادات مذهبی دارن تحت عنوان بچه هایی که میخوان فساد رو از سیستم خارج بکنه، چه بلایی آوردن سرشون؟ چی کارشون کردی؟ الان بعد از این تظاهرات مهسا دیگه کسی در مورد این بچه ها صحبت نمیکنه. این بچه ها و ترسشون دیگه هیچ صداشون اصلا در نمیاد، چون میدونن تا صداشون در بیاد اینا رو میارن قاطی همونایی که میگن تو تظاهرات بود میگیرن اینا رو سرشون رو میکنن بالای دار، چون این دیگه مسئله خیلی جدیه. ببینید برای این آقایون منافع ملی ایران جدی نیست. شما هر جایی برید سراغ پول اینا مسئله جدی میشه. من خاطرم هست که سر اون جریان شلیک به هواپیمای اوکراینی چندین مسئله بود و یکی از نیروهای امنیتی کانادا از من سوال کرد که این مسئله جدیه در مورد یه نکته ای، نه اون سقوط هواپیما. و بهش گفتم نه این مسئله جدی نیست. گفت نه این خیلی مسئله جدیه، این مسئله سیاسی. اینو گفتم نه عزیز من، شما مثل که متوجه نیستی. مسئله موقعی جدی میشه که شما دنبال پولش برید. هر وقت شما دنبال پول رفتی بعد وقت میبینی اون چه عکس عملی بهت نشون میده. شما برو دنبال پول، برو دنبال منافع مالیش، بعد وقت میبینی که چگونه جدی میگیره. شما یا این دوستانی که در تظاهراتی که بود بچه ها رو دستگیر میکردن اومدن گفتن که همه این نماینده هایی که در تمام دنیا هستن اینا میخوان الان بیان کفالت سیاسی این بچه هایی که دستگیر شدن بگیرن، با عهده بگیرن. مسابقه هم پشت مسابقه هم دیگه گذاشته بودن. اون زمان هم شاید تنها کسی که مطرح کرد که آقا اصلا ما چیزی مثل کفالت سیاسی نداریم، مثل این حرفی که اینو میزنن گنگ و نامفهوم از دید یه حقوقدان، حرکت های سیاسیه و اینا هیچ کاری نخواهند کرد. دوستان خود ما من ایراد میگرفتن که آقا شما هم داری روحیه این بچه ها رو ضعیف میکنید، هم اینا حالا اومدن الان به ما بخوان کمک بکنن، اینا رو هم دارید بهشون ببخشید به قول اینا زده حال میزنید. این بچه ها ایران میگفتن آقا به اینا زده حال نزنید. گفتم آقا شما هنوز زده حال رو نفهمیدید چیه، این مقدار صبر بکنید متوجه میشید. الان اینایی که کفالت سیاسی، این سه نفر کفیل سیاسی داشتن. چند نفر رو شما الان شنیدید در مورد کفیل سیاسی اینا صحبت؟ کفیل سیاسی اینا کو؟ اون نماینده‌های خارجی که اومدن برای اینا رفتن اونجا برای خودشون تبلیغات کردن کو؟ به همین دلیل واقعا مملکت به قول آقای دکتر امیر احمدی در یه شرایطی قرار گرفته. این سیستم
نه اینی که بنده دشمن مثلا آقای خامنه ای باشن. اصلا مسئله دشمنی فردی با کسی نیست، نه اینکه بنده دشمن مسلمان ها باشن. من که کره مریخ نیومدم که، مادر بزرگ منم که جهود نبوده که از وسط اورشلیم مهاجرت بکنه بیاد تهران که، اینا هم کره مریخ نیومدن، اینا همشون مسلمان بودن. تازه پدر بزرگ و مادر بزرگ من زمانی رفتن مکه که شما جنبوچتی نبود که بری اونجا یخچال دو در امریکایی بذاری تو جنبوچت برداری واسه خودت بیاری. اونا واقعا به اسم حج رفتن، نه برای یخچال امریکایی آوردن. خب این آقایونی که در اونجا به اسم اسلام دارن فعالیت میکنن، من که دشمن مذهب مردم نیستم که. آیا این سیستم الان واقعا کارایی یک اداره مملکت رو داره یا دیگه نداره؟ وقتی یه سردار سپاه کارش اینه که یا اکانت یه مرکز مطالعات ببنده یا پسرش رو ببره بذاره سر یه پستی که واقعا اون پسر لیاقت نشستن در اون پست رو نداره، یا تمام برنامه اینا اینه که یه مثلا افغانی اومده یه آفتاب آب خالی کرده الان بدویم بریم به افغانستان حمله بکنیم. آیا اصلا به افغانستان ارتباط نداره؟ خود مردم افغانستان اینا ذله شدن. اصلا در داخل افغانستان الان جنگ هست، یعنی نیروهای جمهوری سابق افغانستان نیروهای مقاومت تشکیل دادن، همین الان اونها دارن می جنگن با طالبان. برای چی شما بخوای بری با طالبان بجنگی؟ شما بخوای طالبان یه خود نوازش بدی؟ دو تا کامیون اسلحه بفرست برای همین بیچاره افغانیایی که اونجا دارن با طالبان می جنگن؟ این قدم همشون التماس کردن که به ما کمک بکنید، سفارتخونه شون رو دستشون گرفتی بردی بردی تحویل دو تا تروریست دادی؟ بنابراین این مسئله ملیگرایی و اینها مسئله شیکوپیک کردن و نشستن و من خیلی ملیگرا هستم و از دیشب بسیار ایرانگرا شدم. ما میخواییم بریم یه دولت مقتدر مرکزی درست بکنیم، اقتدارمون هم از یا تو دهنمون در میاد یا تو لوله تفنگمون، به این حرفا نیست. اقتدار از قانونی در میاد که تنظیم شده و اجرا میکنی و پیگیری میکنی، و دولت ملی هم دولتی است که دل مردم در میاد، نه دل یه رهبر ناسیونالیست. زمان رهبر ناسیونالیست داشتن سالهاست تمام شده. سپاسگزارم جناب دکتر جلوی نازنین. من طبق معمول پروفسور امیر احمدی در تمام مدت این دفتر جلوشون و داشتن نوت برداری میکردن. پروفسور امیر احمدی عزیز، خب اون سوال حتما نوشتید و میدونید سوال چی بود که یکی از بینندگان شما سوال کرده بود، من فقط عیناً اون رو بازخوانی کردم. در خدمتتون هستم. بله، خواهش میکنم. عرض کنم که طبق معمول لذت بردم از صحبت‌های آقای جدی عزیز. اجازه بدید من اول همونجوری که عرض کردم در برنامه قسمت اول گفتم یه مشکل اسلام مفهومی در رابطه با حکمرانی داریم تو ایران، هم پنداری، هم گفتاری و هم کرداری. یه مشکل خیلی عمده‌ایه که این مشکل، خب منظور از پنداری اینه که اصلا ایده این حکمرانی چگونه است و اینو باید چجوری تعبیر مردم داد و بعد چجوری باید در چارچوبش عمل کرد. متاسفانه در جمهوری اسلامی ایده حکمرانی خب یه حکمرانی مذهبی اسلامی آخوندیه، چارچوب فکری خودشو داره دیگه، از حضرت علی به این ور نمیاد و اگرم مثالی هم از حضرت رضا و اینا میزنه به خاطر اینکه به هر حال دیگه روش نمیشه اونا رو نادیده بگیره. این سیستم فکریه. خب در همون رابطه هم رجزخانی هاشو داره از در گفتاری، در همون رابطه هم همین کردارهایی رو که میبینی و فساد و مشکلات. حالا من به این بحث بر میگردم و اما این بحث رو من میخوام بحث کنم به یه بحث دیگری که همون بحث ملیگرایی و وطن پرستی و ایناست. ببین جمهوری اسلامی وقتی به دنیا آمد در همون مثلا چندین سال اول زندگیش در یک دوره زندگی کرد که من در یک مقاله حدود 35-6 سال پیش دقیقا در 1374 دو سال قبل از اینکه آقای خاتمی رئیس جمهور بشه، من یک سری مقالات در ایران چاپ کردم
و در امریکا به انگلیسی و در امریکا در ایران نامه به فارسی به نام درآمدی بر جامعه مدنی در ایران. خیلی اون موقع گل کرد، خیلی مقالات سریع مون و اصلا خیلی ها که دشمن حکومت بودن مخصوصا مجاهدین اون موقع منو مسخره میکردن که در جمهوری اسلامی امیر احمدی یه مرغ پیدا کرده که شیر میده. ما توی جمهوری اسلامی جامعه مدنی یعنی چی؟ که خب دو سال بعدش آقای خاتمی رئیس جمهور جامعه مدنی تو ایران شد که از همونجا کار خراب شد. حالا کار ندارم، در اون دوره اول و چند سال اول جمهوری اسلامی در یک دوره زندگی میکرد که من بهش گفتم دوره اسلام. در این دورش شما اصلا از ایران، از ملی هیچی نمیتونی بگی و نه اصلا قرار بگی، قدغنه و اصلا غیر اسلامیه، کفر. کلمه ایران، کلمه ملی، مصدق یا آدم بی خودی بود، نمیدونم از یه حرف. بعد در دوره جنگ ایران عراق اینا یواش یواش برای تجهیز نیرو مشکل پیدا کردن از طریق اسلام، رفتم به دنبال ایرانگرایی و ایران و اینا که بله کشورتون در خطر و این مرزاتونه و اینا. بعد وارد یه مرحله شدن که من به اینا میگم، بهش میگم در اون مقاله مرحله اسلام ایران. حالا ایران رو یواش یواش آوردن تو صحنه پنداریشون، گفتاریشون، ولی اسلام هنوز برتر اولویت در رهبری اسلام، بعد ایرانه. تا اینکه بالاخره رسیدیم به جایی که دیگه یواش یواش این جریان مدت‌ها ادامه هنوزم بود، ولی آقای به نظر من آقای هاشمی رفسنجانی یواش یواش در دوره خاتمی، ولی زمان احمدی نژاد ما وارد یه مرحله شدیم که من در اون مقاله بهش گفتم مرحله ایران اسلام. یعنی یه دفعه ایران عمده شد. مثلا سیاست خارجی جمهوری اسلامی دیگه وقتی که امریکا به عراق میخواست حمله کنه بحث منافع اسلام نبود، بحث منافع ایران بود. آیا بعد در چارچوب منافع اسلام باید میرفتن پشت سر صدام حسین علیه امریکا برای که کفار به مسلمان ها حمله کرد بخواستن بکنن، ولی در چارچوب منافع ایران گفتن نه، ما اصلا هم چیز نمیتونیم بکنیم، اسلام چیه اینجا، این طرف دشمنه، امریکا میاد میزنه اینا رو در بداغون میکنه، ما باید حمایت بکنیم این کارو بکنه، پس خوبه. اونجا منافع ایران یک دفعه عمده شد در مقابل اسلام. ما هنوزم به نظر من در اون مرحله هستیم، با این تفاوت که هرچه بیشتر جمهوری اسلامی اون قسمت اسلام رو از دست داده و قسمت ایران خودشو خیلی پررنگ کرده در این پندار، و الان وارد یک مرحله‌ای داریم میشیم که در واقع شروع مرحله در ایران به نظر من هنوز تکمیل نشده که بهش میگم مرحله ایران ایران، اسلام اسلام، اسلام ایران، ایران اسلام، ایران ایران. حالا مشکل اینجاست، ایران ایرانی رو که اینا دارن تعریف میکنن، تصادفا الان اگه خوب دقت کرده باشی جمهوری اسلامی از چندین ساله که داره از ملی‌گرایی حرف میزنه، آقای خامنه‌ای رسما از ملی‌گرایی حرف میزنه، تمام نیروهای دور و برش همش میگن ملی، ملی‌گرایی، فلان ملی‌گرایی در جمهوری اسلامی خیلی قوی داره میشه و خیلی قوی شده، و بعد این همین ملی‌گرایی رو منتقل کردن درون مخالفین حکومت. الان آقای رضا پهلوی میخواد حکومت ملی تو ایران تشکیل بده، این جریان اصلا جریان ملی‌گراییه بهش میگن. خب یعنی یک دفعه جریانی به نام ملی‌گرایی شکل گرفت، هم درون حکومت هم درون مخالفینش، و اما این ملی‌گرایی در مقابل ایرانگرایی شکل گرفته. ببینی خیلی مهمه کسی توجه، یعنی این ملی‌گرایی یک ملی‌گرایی عکس العملی نسبت به ایرانگرایی. گفتم ایران ایران داره کشور میشه، اینا یه دفعه گفتن ای داده بیداد، ما که ایران ایران نمیتونیم بشیم، ما که نمیتونیم به اسلام ول کنیم، ما که نمیتونیم همینجوری کشور رو بدیم دست مثل وطن پرستای ایران. بنابراین اومدن ایرانگرایی رو، ایران ایران رو ترجمه کردن به ملی‌گرایی. حالا این ملی‌گرایی با فرهنگشون با پندارشون هم جور در میاد،
چرا؟ همونجوری که اولش هم عرض کردم، این حکومت درون ایران هیچ اهمیتی به کسی نمیده، نه به اقتصادش، نه به مردمش، نه به استقلال و دموکراسیش، ولی به خارج که میرسه همش میخواد حداقل در گفتار دیگه میخواد اسرائیل رو نابود کنه، امریکا دشمنشه، نمیدونم اینجا طالبانه، اونجا حالا ببین این به نفعشه، یعنی اومده داره از ملی‌گرایی استفاده میکنه که توجه رو از داخل ببره بیرون. ببین فرق ملی‌گرایی با وطن پرستی در اینه که در ایران گرایی، در ایران گرایی واقعی وطن پرستی تو یه زایش درونی داری، توجه به داخله. ایران گرا وطن پرست کسیه که میخواد مردمش خوشبخت بشن، آزاد بشن، سرزمینش پاک بشه، میخواد دولتش قانونمند بشه، میخواد فرهنگ و تمدنش شکوفا بشه و میخواد در دنیا عزتمند بشه. ولی ملیگرا نه، ملیگرا هیچ کدوم از اینا نمیخواد. ملیگرا میخواد با اسرائیل بجنگه، با القاعده بجنگه، با امریکا بجنگه. ملیگرا من ایرانیم، شما یک نیشن دیگری هستید. نشنالیسم یعنی همین، نشنالیسم در مقابل یک نیشن دیگری شکل میگیره. پیتریاتیسم بدون توجه به اون کشورهای دیگه یک ستون میسازه برای ایران دوستی، ایران پرستی، وطن پرستی. حالا بر اساس اون ایران پرستی و این ایران دوستی روی اون ستون تو باید ملی‌گرایی بسازی. یعنی چی؟ یعنی بنده مخالف ملی‌گرایی نیستم، ولی میگم تو نمیتونی از پله ملی‌گرایی رو بذاری، بعد اون وقت اگر روی پله ملی‌گرایی قرار بگیری پرت میشی خارج. ولی اگر از روی پله وطن پرستی قرار بگیری، یه پات تو داخله، اون پات اگر یکی علیه تو بلندشه خارجه. یعنی بنده امیر احمدی یه وطن پرستم، ایران پرستم، من تمام هم مقامم اینه، تمام زندگیم همین بوده که میخوام مردم ایران خوشحال باشن، شاد باشن، سرزمینشون پاک باشه، فرهنگشون چوکوفا بشه، دولتشون قانونمند بشه و عزت تو دنیا داشته باشن. ولی در همین حالم اگر یک کشوری بخواد مثل افغانستان، مثل آذربایجان نگاه چپ به ایران بکنه، ننش هم صلوات میدم، خیلی عذر میخوام. خب نه شوخی که نداریم که. یعنی وطن پرستی ما مغایرتی با ملیگرایی ما نداره. ولی اگر ملیگرایی رو بدون وطن در خارج در غیاب وطن پرستی پیش ببریم، دچار مشکل میکنه ما رو. این اساس فکر من بوده و الانم همین. من دوستایی که ملیگرا هستن، ایرانگرا هستن، من میشه میخوام این دوستان ایرانگرامونو تمایل بدم به اینکه به درون فکر بکنن، به درون اول فکر کنن، بعد این درون رو خب در چارچوب وطن پرستی هر کاری که ماش باید بکنن، خوشبختی و همه اینا، در توسعهش انجام بدن. بعد این توسعه رو، این ایرانی که خوشبخته، این ایرانی که عزتمنده، این ایرانی که پاک سرزمینش، از این حالا ما حفاظت میکنیم در مقابل دشمنای خارج. میگیم ما با هیچ که دشمنی نداریم، ولی اگه تو دشمن ما هستی، مشکل خودته، دست کم هم ما رو نگیر. ما خب یعنی بحث قدرت میکنیم اینجا. برای همینم بنده میگم آقا در چارچوب ملیگرایی من بمب میخوام، ولی در چارچوب وطن پرستی من یه اقتصاد سالم میخوام، یه دموکراسی میخوام، من آزادی میخوام، من میخوام فرهنگ شکوفایی داشته باشم، من میخوام دولت قانونمند باشه. مهم نیست که این دولت بمب داره، بمب داره اشکال نداره، اون بمب برای آذریاست، مثال میزنم، ولی به درد داخل ایران نمیخوره. برای داخل ایران تو اول باید یک چیز خوبی بسازی که از اون بمب برای حفاظت اون چیز خوب استفاده کنی. خب یعنی تو اگه چیز خوبی نساختی داخل ایران، بمب به درد چی میخوره؟ میخوای از چی حفاظت بکنی؟ از یه مدار بسراب آشغال جعبه؟ نه به قول رشدی ها؟ نه، باید از یه چیزی حمایت کنی که ارزش حفاظت داره. و من میگم اون چیزی که ارزش حفاظت داره رو وطن پرست باید بسازه. ولی وطن پرست نمیتونه ملی‌گرا نباشه، نمیتونه یه ایران ضعیفی داشته باشه، نمیخواد نباید نگران بمب و موشک و نمیدونم پهباد جمهوری اسلامی باشه. بهش میگی تو بخواید بمب و موشک و اینا بسازی، همراهت هستم، ولی تو وظیفت اول اینه که وطنم رو بسازی. برو بگم من بگم برنامه برای وطن من چیه؟ تا
تو میخوای چی بسازی؟ اگر تو یه وطنی میخوای بسازی که الان ساختی ارزش حفاظت نداره اصلا، بمب برای چی میخوای؟ میخوای بمب بسازی از کی حمایت کنی؟ از یه عده آشغال که حاکمن؟ یا از یه عده آشغال که وزیرن؟ یا از آشغال که ثروت ملت رو خوردن؟ نمیدونم ازش فرشته و زعفرانیه و کامرانیه و نمیدونم جاهای دیگه ساختن؟ نه، من میخوام، من 80% 70% مردم ایران فقیرن، تو چرا اینا رو فقیر کردی در مقابل اون بقیه؟ مشکل ما اینه. بنابراین من میگم که ما ایرانی ها باید شدیداً اعتقاد دارم ایرانگرا بشیم به معنای وطن پرست درونی، که من بهش در یه بحث دیگه من ملت گراییه، ملت به عنوان همون جنبه پنج بودی قضیه. و اما حالا در مورد نگاه‌های نظامی، خب آقای جلدی من میخوام قبل از اینی که به اون نقطه برسید به بینندگان عزیزی که دارن پیام میدن اون پایی استدعا میکنم این 10 دقیقه فرمایش دکتر جلدی به جای خود، واقعا همه من آموختم بسیار، ولی این 10-15 دقیقه 10 دقیقه که جناب پروفسور امیر احمدی صحبت کردن حتما مجددا گوش کنن. این واقعا بسیار زیبا شما این مسئله رو توضیح دادی به زبان عامیانه، و من خواهش میکنم دوستانی که نه اتفاقا امیری یه لحظه دکتر یه لحظه به من اجازه میدید به اندازه خواهش میکنم حتما من میخوام بیننده های عزیز اینو توجه بکنن. اول صحبتی که آقای دکتر امیر احمدی داره میکنه بسیار آکادمیکه، اصلا صحبت عامیانه نیست، بسیار اتفاقا شما باید یعنی مبانی رو بدونید که متوجه بشید که آقای دکتر امیر احمدی دارن چی میگن. ولی وقتی اون بیننده، من بر همین دلیل گفتن من نمیدونم اون بیننده ساختار فکریش چیه، چون من نمیدونم اون بیننده آیا ایرانگراست یا اینکه ناسیونالیسته. اگه شما ایرانگرا باشی، ایرانگرایی جهانبینیه، ایدئولوژی نیست. ناسیونالیسم ایدئولوژیه و این تفاوت ماهویه اینه. این نقطه‌ایه که بعد من میبینم اون البته یه عده خیلی حرفه‌ای عمل میکنن، میخوان آقای دکتر امیر احمدی رو خراب بکنن، میان این رو درش به گونه ای اختلال به وجود میارن و بیننده ممکنه که اصلا متوجه نشه ایشون داره تفاوت دو تا چیز کاملا مجزا رو میگه. یعنی آقای دکتر احمدی دارن میگن که آقا شما رو یه عده میخوان ببرن پاکستانیزتون بکنن. آفرین. یعنی شما میشید پاکستان، میلیون ها نفر مثل کرم تو خیابون میلولن، تو خیابون به دنیا میان، بزرگ میشن، ازدواج میکنن، میمیرن، بمب اتم هم دارن، جمهوری اسلامی هم هستن، خیلی هم ناسیونالیستن. یعنی شما اصلا در منطقه شبه قاره هند ناسیونالیست از پاکستان پیدا نمیکنی. دائم ضد هندیه. بله. یه همچین چیزی میخوای؟ یا اینکه شما وطن پرست میخوای باشی؟ و اون یه نکته دومه که آقای دکتر اشاره کردن، اون قسمتی که گفتن یه در آوردن علم کردن علیه ایرانگرایی و ملیگرایی داره حرف میزنه. اون که همونیه که تا دیروز یا حسین میر حسین میگفت زیر پرچم حزب الله عکس میگرفت، الان اومده عکس رضا شاه تکون میده، میگه رضا شاه روحت شد، و بعد میگه که ایران دوباره میسازم از وطن، من ملی گرام، هورا. خب آقا چجوری میخوای وطن رو بسازی؟ اولا معلم ها همه اخراج، اینا مفخورن چون اینا 3 ماه تابستون کار نمیکنن، حقوق میگیره، بعدم تمام صنایع ایران رو میبریم تو بازار بورس لندن کالیفرنیا میفروشیم، بازار بورس لندن نیویورک به حراج میذاریم، ما ملیگرا هستیم، اینا میان میخرن، یعنی مملکت رو میذاریم حراج. این ملیگرایی چه؟ این مفهوم ملیگرایی که اینا دارن بهت میگن، بعد ملیگر همشون هم بین همدیگه به همدیگه وقت میگن ما ایرانگرا هم هستیم، و بعد به شما میگه ایرانگرایی زیر مجموعه ملیگرایی، در که برعکسه. لیوان کوزه تو لیوان جا نمیشه، لیوانه که میره تو کوزه، ملیگرایی میره تو ایرانگرایی، نه برعکس. ببخشید من چون خیلی نقطه مهمی بود شما گفتید، مثل یه عده اینو لازم بود من توضیح بدم. آقای دکتر امیر احمدی پوزش میخوام خیلی تر مداخله بردن. دیدم این پایین دوستان ابراز لطف میکنن، ولی خب همینطور که جناب دکتر جلدی فرمودن با
علم بر این که دارن چیکار میکنن اسمان رو به یک طرف دیگری میبرن. این بحث آکادمیک و بسیار به زبان ساده جناب پروفسور امیر احمدی گفتن که از این بابت سپاسگزارم. جناب امیر احمدی بفرمایید، ببخشید ما بین فرمایشتون. نه خواهش میکنم. باتم تحقیقات حرف من این بود که جمهوری اسلامی که جامعه داره به طرف ایران گرایی میره، ایران ایران میره، داره این جریان رو متوقف میکنه به سوی یا منحرف میکنه به سوی ملی گرایی و بعد همون ایده را هم به مخالفین خودش فروخته و مخالفین هم متوجه نیستن که انحرافی از وطن پرستی. منظورش یعنی چی؟ یعنی تو باید اول وطن پرست باشی که بعد بتونی اصلا ملی گرا باشی. کسی که وطن پرست نیست نمیتونه ملی گرا باشه. اصلا تو نمیتونی با قول جلدی یه کوزه است و یه آب، تو کوزه رو توی آب میخوای چی کارش کنی؟ آب رو تو کوزه میکنی بعد میتونی بخوریش. نکته که من دارم این نکته اوله، یعنی توجه بکنن این آقایون. من مشکلی با ملیگرایی ندارم، ولی میخوام بگم که توجه بکنن که جمهوری اسلامی این ملیگرایی رو داره رشد میده در مقابل ایرانگرایی که داره شکل میگیره، در مقابل اون ایران ایرانی که عرض کردم که از اسلام اسلام اومد به اسلام، ایران ایران اسلام، حالا داریم ایران ایران میشیم. در مقابل این ایران ایران گفته من نمیتونم دیگه مقاومت کنم تنها، چارم اینه که برگردم به یک چیزی به نام ملی گرایی و مصدق گرایی و نمیدونم. حالا بهت قول میدم همین جمهوری اسلامی در آینده خیلی نزدیکش شدیداً طرفدار مصدق میشه. الانم تو داخل ایران شدیداً دارن رو مصدق کار میکنن، همین الان بله خیلی شدید دارن رو مصدق کار میکنن. مصدقا دارن میارن بالا، حتی آقای رضا پهلوی هم ملی گرا شده. بله آقای رضا پهلوی الان یه آدم ملی گراست، بعدش هم میخواد حکومت ملی درست کنه، این انقلاب ملیه از این حرفا. ولی کسی متوجه نیست کلمه ملی، ملی گرایی چیه. حالا نکته دومی که میخواستم عرض کنم خدمتتون در رابطه با سپاه و نیرو، همیشه که عرض کردم خب ما آدم وطن پرست یا آدمیه که هم میخواد مردم شاد و سرزمینشون آباد و فرهنگ شکوفا با از این حرفا، و در همین حال میخواد یه اقتداری داشته باشه در سطح جهانی که بتونه اون چیزی که دستاوردها رو حفظ کنه. یه وقت تو رو مثل افغانستان و عراق و لیبی و اوکراین نکنن و خیلی جای دیگه، و اینکه تو این دنیاست دیگه، دنیای شیطنت و توته است و توته جهانی و غیره. الا بلا فاصله به محض اینکه دیدن محمد رضا شاه داره یه ذره میره جلو، بلا فاصله براشون کمربند سبز و زرد و آبی و همه چی درست کردن. میدونی بیچاره رو توی همه این بیسمان ها جمع کردن انداختنش بیرون. خب این واقعیته، واقعیته که این اتفاق میتونه برای ایران بیفته. برای همینم امیر احمدی دنبال اقتداره. و اما اقتدار عرض کردم اقتدار سه تا پایه داره. یه اقتدار مردمیه که از طریق وطن پرستی ساخته میشه. تو نمیتونی ملی گرا باشی و مردم گرا هم باشی. ملی گرایی ربطی به مردم نداره، وطن پرستی که مردمو ببینم، وطن پرستی که میخواد مردمش آباد شاد باشن، زندگیش آباد باشه، وطن پرست میخواد سرزمینش پاک باشه. خب اولین کاری که بنابراین ما میخواییم بکنیم اینه که ما میخواییم این مردم در اقتدار، بحث اقتدار، میخواییم این مردم رو توانمند بکنیم. خب یکی از مهمترین بحث های توسعه دنیای امروز بحث توانمند کردن انسان هاست. برای اینکه اصلا توسعه اقتصاد دنیای جدید روی یک سری نظریه های جدید رشد هست که درش انسان بالاتر از سرمایه قرار میگیره. حالا من این بحث رو در چند تا ویدیو کردم، حتما آقای جلدی اگه نشنیدن خدمتشون میفرستم به دوستان، چون بحث تخصصی مال خودمه، از اون نظر میگم تخصصیه. و یعنی یه وقتی بود که رشد اقتصادی و اینا روی یه سری نظریه های کلاسیک اقتصاد کلاسیک کهنه بود که درش سرمایه همه چی بود، کارگر هیچ. الان در این 40-50 سال گذشته تمام صنایعی که به دنیا اومدن صنایع فکر و مغز و دانش هست، درش انسانه که داره کار میکنه، انسانه که داره تولید میکنه. بنابراین الان بحثی هست به نام سرمایه انسانی، نه سرمایه فیزیکی، نه سرمایه پولی.
هنوزم جمهوری اسلامی دنبال سرمایه پولیه. بریم آقا برجام امضا کنیم یه 10 میلیارد دلار پول بفرستن. میگم کله خر اصلا چه ربطی داره این؟ تو پول وارد میکنی بعد خارج میشیه. اصلا این نیست که تر الان توسعه انسان هاست، یعنی آموزش بده، یعنی بهداشت درست کن، یعنی مسکن درست کن، یعنی تفریح درست کن، کار درست کن برای جوونا، کاری انجام بده که کارفرما بشن. اینه. خب این وطن پرست اینجوری برخورد میکنه. خب متاسفانه جمهوری اسلامی ما رو میخواد ببره دوباره به جای دیگه. و بالاخره میخوام بگم که من اعتقاد دارم یک ستون اقتدار، همونجوری که عرض کردم، یک ستون اقتدار مردمن که وطن پرست خیلی طبعه. ستون دومش خب نیروهای نظامی هن. نیروهای نظامی رو که حالا یه آدمی هست به نام آقای حسین صادقی، یه سرمار سپاه، یا آدمش من نمیشناسمش، آدم شارلاتانی معلومه، یه جوی پسرش رو برداشته چیکار کرده، باید باش برخورد کرد. اما یه جایی که من حتما میخوام مرزبندی کنم بین فرد و نیرو هست. ببین یه بخش ما از یه فرد، ما توی سپاه تو بخوای افراد فاسد داریم، افراد بد داریم، حتی جاسوس هم داریم، ولی سپاه یه نیروه، یه نیروی 2300 نفر با تمام ارباب جمعیاش شاید 4-5 میلیون نفره، اون عبادای شهدا، نمیدونم جانبازا، بسیجی ها، حزب اللهی ها، نیروی عظیمیه. این نیرو با اون افراد متفاوته. ما همیشه میخوایم این نیرو قوی بشه و بخشی از پایه اقتدار کشور باشه. هیچ کشوری در دنیا بدون اون اقتدار آدم نشده، بلکه میذارن داغونش میکنن. تو نمیتونی فقط اقتدار رو روی مردم بذاری، باید مکمل کنی، تکمیلش کنی با نیروهای نظامی. و بالاخره قسمت سوم اقتدار قانونمندیه، قانونه. ببین توی امریکا، دولت امریکا مثلا مقتدرترین، یکی از مقتدرترین کشورهای دنیاست، نه از طریق پلیسش و گارد امنیتیش و اینا، نه، قانون. تو تا تو امریکا خدا نکنه گیر قانون بیفتی، آقای جلدی وکیل میدونه من دارم چی میگم، تو گیر قانون بیفتی اصلا فراموش کن، بیچاره میشی میری دنبال کارت. برای که قانون دیکتاتوره، دیکتاتور قانون، از قانون دیکتاتور وجود نداره. اصلا دموکراسی یعنی همین، دموکراسی دیکتاتوری قانونه. دیکتاتوری چیز به هم ریخته‌ای نیست، دیکتاتوری قانونه. بنابراین ما تو ایران وقتی اون وطن پرست، عرض کردم اگه یاد باشه، یکی از کاراش قانون بند کردن دولته. گفتم مردم برس به اون خاکش، برس به فرهنگش، برس دولتش قانون مند کن و در دنیا عزتمند بمون. خب یعنی ما وطن پرستا دنبال قانون مند کردن این حکومتیم. میگیم تو حق نداری بیقانونی عمل کنی، تو حق نداری پسر یه سردار رو بذاری مدیر عامل. ما ضابطه میخوایم، نه رابطه. یک جامعه خوب جامعه ضوابطه، نه جامعه روابط که در جمهوری اسلامی الان حاکمه. به هر حال میخوام بگم که من اگه ما فکر کنم اگر برگردیم به اصطلاح روی ستون وطن پرستی و از اونجا ملی گرا بشیم، ما هم گل بودیم و هم به سبزه هم آراسته میشیم. خیلی متشکرم. میدم آقای دو نازنین گرامی، جناب دکتر بهمن جلدی عزیز در کانادا و همچنین جناب پروفسور امیر احمدی گرامی که خب یه روز طولانی رو داشتن جلو دوربین، خیلی سپاسگزارم. با این توان و با این شدت مبارزه میکنن، صحبت میکنن، آگاهی میدن. به شخص خودم به عنوان یک فرد ایرانی از شما سپاسگزارم، چون میبینم تعداد بینندگان خب خوبه، رسیده به حدی که میخواستم فقط خدمت عزیزان اینو عرض کنم، ما هر هفته پنج شنبه به وقت اروپا ساعت 8 شب که به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر و به وقت آمریکا نیویورک جناب امیر احمدی ساعت اگه اشتباه نکنم باید 3 بعد از ظهر 4 بعد از ظهر باشه به وقت نیویورک. من سه بعد از اون، اگر دوستان چون سوال کردن
روزهای پنجشنبه هر هفته ساعت 7 شب به وقت اروپا، ببخشید ساعت 8 شب وقت اروپا، 12 ظهر لس آنجلس و 3 بعد از ظهر نیویورک، من در خدمت این دو عزیز فرهیخته نازنین هستم. سوالی اگر دارید میتونید در زیر پیام‌های همین برنامه یا هر برنامه است بنویسید. من مطمئن باشید که سوال خواهم کرد، چون یه دوستی برای من نوشتن که لطفاً سوال منو بپرسید، فراموش نکنید عزیزم، چون برنامه نزدیک به 2 ساعت شد، ما بیشتر از این روی تو اجازه نداریم، ولی سوال شما رو من یادداشت کردم، حتما در برنامه بعد از این دو عزیز سوال خواهم کرد. از جناب آقای ماهان تجریشی به خاطر تمامی زحماتشون سپاسگزارم. اگر جناب دکتر جدی نازنین فرمایشی دارن در زمینه با گفته های تی در این تا برنامه در خدمتتون هستیم، در این صورت به هفته آینده. فرمایش هست بفرمایید جناب دکتر. به اندازه فقط 10 ثانیه. من معتقد هستم که نیروی سپاه پاسداران یک نیروی است که هزینه آموزش و پرورشش رو از ملت ایران دریافت کرده. این نیرو ملی، بدنه ملی نیرو، مال ماست. هر کس میگه سپاه باید چه بشود، یک فردی هست که یا شعورش نمیرسه چی میگه، یا فکر میکنه که ملت ایران آدمای بیشعوری هست. من مطمئنم که ملت ایران آدمای بسیار باشعوری هست. اون آدم خودش هست که بیشعوره. ما نیروهای ژاندارمری داشتیم، دیگه نداریم. نیروی سپاه پاسداران رستش میتونه به راحتی تغییر پیدا بکنه، رسته ژاندارمری بگیره و دقیقاً وظایفی رو که ژاندارمری انجام میداد نیروی سپاه داره همون رو انجام میده. بالاتر از اون، نیروی سپاه قدس رو بنده معتقدم که نه تنها باید حفظ بشه، بلکه باید حتی تقویت بشه. اسمش قدس نذارید، اسمش یه چیز دیگه بذارید. ولی چطور ایران نمیتونه سپاه قدس داشته باشه؟ فرانسه میتونه لژیون فرانسه خارجی داشته باشه؟ چطور امریکا میتونه نیرو مخصوص داشته باشه تمام بچه‌هاشون هم بره از امریکای جنوبی برداره بیاره؟ جنگ افغانستان تمام دفاتر نیرو مخصوص امریکا توی بولیوی و پرو و اینا باز شده بود که بیاید 3 سال نیرو مخصوص امریکا خدمت بکنید، بهتون سیتیزنشیپ امریکا میدین. چطور برای اونا خوبه، برای ما بده؟ برای ما اتفاقا ملی‌گرایی زمانی خوبه که ما متوجه بشیم منظور ما هم ملی‌گرایی ناسیونالیسم ایدئولوژیه، یعنی میخوان شما رو پرتت بکنن، یا منظورمون وطن پرستیه. اگر وطن پرستیه دیگه شما وطن پرستی دیگه، چه ایدئولوژی داری تا زمانی که ایدئولوژیت هر اسمی دوست داری روش بذار در راستای خدمت به وطنت و شما آدم وطن پرستی هستی، من مطمئنم توسط مردم ایران قابل پذیرش هست. مردم هم هر کسی که بهشون خدمت بکنن دوست خواهند داشت. چقدر خوشحالم که این 2 دقیقه آخر رو من گفتم صحبتتون واقعا بسیار زیبا فرمود، بسیار نکته مهمی رو شما اینجا اشاره فرمودید. جناب امیر احمدی عزیز خیلی سپاسگزارم. جناب آقای دکتر جلدی، پس تا پنجشنبه دیگر همه عزیزان رو به خدای ایران می سپارم. با من از کعبه و از دین خدا هیچ مگو، کعبه و دین خدا و دو جهانم وطن است. چه نیازی که دهم اوم به هزیان بهشت، من که این خاک بهشت پدرانم وطن است. همه شما عزیزان وطن است. وطن است. وطن است. خیلی متشکر. درود دیگر، درود پاینده ایران. پاینده ایران. خیلی متشکر آقای بیرد.